درود رفقا، حالتون چطوره؟ مجددا خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های کانال من، یعنی کیارش اقتداری. خیلی خوشحالم که مجددا با من همراه هستید. دمتون گرم که تا اینجای برنامه ها منو همراهی میکنید. امیدوارم از برنامه های قبل، آخرین برنامه که ساخته بودم راجع به اجراهای مشترک، خوشتون اومده باشه. آقا تو این قسمت کار دارم با خواننده های اونور آب که اتفاقا اسطوره هم هستن خیلی هاشون. این چه اجراهایی انجام میدید؟ قبلا هم بررسی کردم، بالا میتونید برید ببینید، ولی مجددا مجبور شدم با اجراهای اخیر این کنسرت ها رو یه بررسی خیلی کوچولو وریز روش داشته باشیم. لایک و سابسکرایب هم که یادت نره رفیق، دمت گرم، برو بیا کار دارم. خب رفقا مجددا خوش آمدید، دمتون گرم. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید و لایک نکردید، لایک رو بزنید. اگه دوست نداشتید، آخر ویدیو حتما منتظر نظرات و کامنتاتون هستم، چون تک تک نظرات و کامنتاتون رو میخونم، با توجه به اونها برنامه جدید رو میسازم. امیدوارم این آگاهی سازیه نتیجه بخش بوده باشه تا اینجای کار. دمتون گرم. آقای امید سلطانی که من خیلی کارهاشون رو دوست دارم، از اسطوره‌های ما هستن. بچه امید یادمه یه زمانی آلبومی داد بیرون که به صورت زنده توی کنسرت اجرا شده بود. اون موقع ملوداین و اوتوتیون و اینا هم نبود و به صورت زنده انقدر زیبا اجرا کرده بود ایشون که همون کار شد کاست و ما میشنیدیم. انقدر کوکو درست میخوند. کوکو در اومدش از این جدا گریه نکن. یک کنسرت اخیر ازشون پخش شد که خب افتضاح بود. مجددا ایشون کنسرت گذاشت و داخل پیج خودش تبلیغ کرد. اول تبلیغه رو ببینیم با هم. این تبلیغیه که خودشون گذاشتن. در واقع این بعد کنسرت گذاشتشون، یعنی بعد کنسرت به عنوان اینکه آقا عجب کنسرت خوبی بود توی دبی اینا، اینو گذاشتن. یعنی اجراشون این بوده گویا، ولی اصلش این نبوده. الان ما هم بررسی میکنیم. این خودش موقع خوندنش هم که دیدید حذف شد. آقا اجرای اصلی این بوده، با همین نگاه بکنیم. وقتی چشم خوابش میاد آدم نماش یادش میاد یه حالتی تو چشم و چکش خودش باهاش میاد. وقتی چشمت خوابش میاد آدم هماش یادش میاد یه حالتی تو چشم و چکش خودش. واقعا ناراحت میشم، جای افسوس داره. نیاز به بررسی نداره اینو اجرا، چون به حدی گوشخراش هست و نااصولی هست که یک شنونده معمولی که فقط خاطره داره با کارهای امید هم متوجه عمق فاجعه میشه. بریم خواننده‌های دیگه‌مون رو نگاه کنیم، دوتا از اسطوره‌های دیگه، بعد حرف دارم باهاشون و با مخاطب‌هایی که میرن کنسرت. یه حرف کلی دارم. آقای امید ایشون خانم مونا توکلیه که باش نوازندگی میکنم، هم ایرانیه. چه آهنگایی که باشون خاطره داریم.
آقا حرف من میدونید چیه؟ یک خواننده‌ای که بسیار با کارهاش خاطره داریم و زندگی کردیم، وقتی به یک سنی مشخصی میرسه دیگه به دلیل کهولت سن نمیتونه مثل قبل بخونه، کاملا طبیعیه. خب من میگم اگر نمیتونه و این همه محبوب بین طرف داره، بیاد حالا استعداد معرفی کنه، بیاد برنامه تالنت شو درست کنه، بیاد هزینه کنه برنامه تالنت شو درست کنه، استعداد معرفی کنه، یا اصلا بره تو برنامه هایی که این شکلی درآمدزایی کنه، نه از طریق خوندن. حرف من اینه. خیلی ها میگن آقا فلان خواننده رو من بره اونجا عربدم بزنه، من دوست دارم. اوکی، این سلیقه شماست، ولی خود خواننده باید ارزش قائل بشه برای هنرش. سالهای سال درست خوندی، کارهای زیبایی رو برای ما ارائه کردید شماها. خب به جای این کارو برید استعداد معرفی کنید، برید حمایت کنید، برید دونیت کنید از خواننده هایی که استعداد دارن، برید کمپین بسازید استعدادیابی کنید، جایگزین پیدا کنید برای خودتون، حداقل یه نام و یاد این شکلی از خودتون به جای بگذارید تا اینکه به هر هدفی. آره آقای ابیو میگن خانمشون محشید و پسرشون نابود کردنشون و فقط به فکر پولن. آقا من میگم پولا رو در بیارید، به هر حال زندگی خرج داره، ولی به یه شکل دیگه ای در بیارید. گفتم برید توی مسابقات مختلف، برید تبلیغ کنید، برید تبلیغ اتکلان کنید، لباس کنید، ولی نخونید دیگه واقعا. یا یه کنسرت بذارید، بیاید شاگرداتونو معرفی کنید تو اون کنسرت، شما هم پشت باشید بگید آقا اینا شاگردای منه، من دیگه نمیتونم بخونم. این خیلی قشنگ‌تره. خانم فروهر عزیز خیلی نسبتا بهتر بود نسبت به اسطورهای دیگه‌مون که دیدیم. دمشکم باریکلا. بچه خانم فلیلا فروهر افتاده فوق‌العاده خوبی داره، همچنان به نظرم قابل قبول داره میخونه. واقعا ناراحت میشم اینا سنشون میره بالا این شکلی میشن، ولی باز هم با ارزشن و اجرای به نظرم تقریبا قابل قبولی بود. خیلی ممنون. آقا همه اینا رو گوش کنید، من صحبتام هم کردم، دمتون گرم، مرسی که همراه بودید. برای اینکه تنوعش از این حال و هوا بیایم بیرون، یه آقای هست به نام وگار آفیشیال، ایشون خیلی معروف شدن توی اینستاگرام و اینا، چند تا ویدیو ازشون برام اومد. بچا عجب صدای فوق العاده، دو تا کار ازش ببینیم. بدون هیچ افکت هیچ چیز. قول خود ترکا هلال اولسون. آقا دمت گرم. اصلا بی نظیر، زبونم بند اومد، چی بگم واقعا. اگر شما خواننده ای، ماکان من روی صحنه چی کار میکنه؟ چون توی اجرای ایشون من نیاز به توضیح دادن تکنیک و اینا ندارم، چون از تکنیک فراتر رفته. ایشون داره یه حرکتی میکنه که دیگه تبدیل شده به یک استعداد. یعنی این تحریرهای دندونه دار و این نفسگیری و اون نوت رو اونجا چپکوک خوندن کار هر کسی نیست. این دیگه واقعا یک استعداده که اصلا اصول خوانندگی هم گذاشته کنار. واقعا یه چیز مثل ابراهیم تاتلیس است.
گفتم ابراهیم تاتلیسیز شاید خیلی از مخاطبان ندونن، رفیقای ما البته میدونن، بهشون گفتیم، ولی بچه ها ابراهیم تاتلیسیز، تاتلی به معنی شیرینی هست، تاتلی هم نیست، تاتلی هست با این ترکیش، سس هم صدا هست، ابراهیم تاتلیسیز در واقع تاتلیسیز لقبشه، یعنی خوش صدا. اینو شاید خیلیاتون ندونید، گفتم جالب باشه براتون. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما و قطعا ویدیو رو لایک کن رفیق من، کامنت بذار، منتظر نظرت هستم. آقا نظر تو چیه؟ آیا پیشنهادی که من دادم راجع به خواننده های اسطورمون و پیشکسوتمون اشتباهه؟ اگه نظر بهتری داری تو بیا بده. نظر من اینه به شخصه، نباید بخونن، باید برن شغل های دیگه مثل تبلیغات، استعدادیابی و و و غیره، مثل کل دنیا که این اتفاق میفته. شب و روزتون بخیر، خیلی مخلصی. سمت میدم پشت سر من، من مسافر، گریه نکن، گریه نکن.